سوء تفاهم ها همیشه منبع تنش میان پناهجویان و اتریشی ها بوده است. اما چگونه می توان این مشکل را حل و به جای آن فرهنگ همدیگر پذیری را ترویج داد؟ برخی از انجمن های فرهنگی در این مورد دست به کار شدند. اما چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش. بازی برای آشنایی از افغانستان، اوکراین و اتریش. هرچند ورزش زمینه سلامتی و سرگرمی گفته می شود، اما اینجا این بازی دوستانه هدف فراتر دارد. در این تورنمنت ما 12 تیم داریم، شهرهای مختلف، اما از کشورهای مختلف، اوکراین و به حساب چچنیا، استرایکه، افغانستان. با هم بودن نقطه قوت است، پیامی که ورزشکاران می خواهند به مردم ارائه کنند. So it's perfect couple of every country to show that together we're stronger. And yeah, maybe we're not playing so good, but it still feels like a team. It feels like home. And I feel a lot of energy about it, even when we lost like all our games. انجمن فرهنگی آغاز نوین که سال 2010 در اتریش فعالیت می کند و بیشتر فعالیت هایش هم متمرکز بر ادغام پناهجویان افغانستان است، این تورنمنت را اینجا به همکاری برخی نهادهای اتریشی برگزار کرده است. تا حال انجمن آغاز نوین فعالیت ها و کارهای مختلف با نهادها و سازمان های اتریشی انجام داده و بیشتر فوکس و تلاش کرده که علیه نجات پرستی فعالیت و کارهای خاصی انجام بده، تا اینکه زندگی مشترک در اتریش و خصوصا در وین بهتر و بهتر برگزار شود. در دور هشتمین تورنمنت دختران و پسران جوان از ملیت‌های مختلف مبارزه می‌کنند تا از یک سو زمینه شناخت میان آنها فراهم شود و از سوی دیگر بتوانند فرهنگ همدیگر پذیری را در اتریش گسترش داده و تقویت کنند. Es geht hier beim Sport nicht nur ums Gewinnen, es ist ganz wichtig, dass wir auch diese Social Skills am Feld erleben können, Teamfähigkeit, Akzeptanz, Respekt und das sind so die Schlagwörter auch über Themen, die unsere Arbeit seit 25 Jahren begleiten. اینجا در دیاکونی آمدیم، نهادی که برای کمک به پناهجویان و ویژه در پروسه ادغام فعالیت می کند. از خانم معرفه در مایر که اینجا به عنوان مشاور کار می کند، پرسیدم چگونه می توان سوء تفاهم میان فرهنگ ها را از بین برد تا اینکه همدیگر پذیری در جامعه ایجاد شود. Interkulturelle Sensibilität bedeutet ja, dass man vorurteilsfrei oder unvoreingenommen auf jemanden zugeht und mit jemand interagiert und kommuniziert. Und es ist einfach wichtig, offen und aufgeschlossen mit anderen in Austausch zu treten. Und ich denke, auch genau durch diesen Austausch können interkulturelle Missverständnisse eben vermieden werden oder aus dem Weg geschaffen werden. Amo dalile sui tafahum miyana farhang ha chist. Man hat natürlich Bilder im Kopf und Vorurteile im Kopf. Ich denke, jede Person hat diese Vorurteile, jede Person hat eine Meinung über jedes Thema. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht klar definiert ist. Die Gesellschaft ändert sich und wandelt sich. Die österreichische Gesellschaft auch in meinen Augen oft sehr verschlossen ist und es sehr viele Vorurteile gibt. همدیگر پذیری بنیاد زندگی مسالمت آمیز در یک جامعه با تنوع فرهنگی است. اما تقویت این فضا به تلاش زیاد و فرهنگسازی نیاز دارد. انجمنهای فرهنگی، گروههای اجتماعی و رسانه ها نقش اساسی در ترویج این فرهنگ دارند. با درک این موضوع انجمن آغاز نوین که این گونه برنامه ها را حمایت می کند، تلاش دارد تا فرهنگ همدیگر پذیری میان پناهجویان و مردم اتریش بیشتر تقویت شود.